این برای نخستین بار بودش که یکی از عوامل اجرایی کشتار تابستون 67 از داخل به خارج کشور اومد و اینجا در حقیقت دستگیر شد و این تجربه جدیدی بود و برای نخستین بار بود، چون تمامی کسانی که در جنایت‌های جمهوری اسلامی دست داشتن عمدتاً کسانی بودند که در خارج عملیات داشتن، مثل کاظم دارابی در عملیات میکونوس، مثل علی اکیلی راد قاتل دکتر شاپور بختیار، اینا تماماً کسانی بودند که در خارج کشور کار. این برای نخستین بار بودش که یک کسی از عوامل اجرایی کشتار اون همه کشی فجی در تابستون 67 به خارج کشور اومد، دستگیر شد، مقابل محکمه عدل قرار گرفت، در یک روندی نزدیک به 3 سال با هزینه بسیار هنگفت. امید اون رو من دارم با اون چه که تعقیب کردم و فهم من هست، مجازات حمید نوری در واقع مجازات حد اکثری باشه در کشور سوئد با مقرراتی که اینها دارن. امروز نوری تمامی تلاشش رو به کار برد که از زاویه یک عنصر امنیتی هم دادگاه رو تهدید کنه، هم با تملقاتش قاضی رو به یک معنا میخواست تحت تاثیر قرار بده، کاری که یه امنیتی ازش برمیاد. گمان میکنم که در حقیقت این اتفاق و رخداد رو در مجموع میبایست پیروزی یک صدا دونه، صدایی که از آن دردمند آرزومندان جنبش دادخواهیه. اگر یک همرأی و همدلی مثبت وجود داشته باشه به شمول در نزد اپوزیسیون، میتوان از این اتفاق، یعنی آنچه که باعث شد که ما این جهان آزاد رو برای آزادی کشان ناامن بکنیم، یعنی یک پیامیه در واقع به دیگر دستندرکاران چرخه جنایت در ایران که این جهان چندان امن نیست براتون، نمیشه تا مدت‌های مدید این در واقع سیستم جنایت رو توی اسارت خطا و خفا نگه داشت. این دادگاه در واقع درس، اولین درس آموزیش و مهمترین درس آموزیش به گمانم این بود.